از فصل چهار پاپ پلی تایم به تازگی کلی اطلاعات لو رفته که شامل ویژگی های بازی، تاریخ احتمالی انتشار، معرفی رسمی چند اسمارین کریترز جدید که تا به حال منتشر نشده بودن به روز های گسترده در مورد ساخت فیلم که هیچ کس دیگه در بارش صحبت نکرده پروژه های مخفی دیگه، کلی معرفی محصول جدید و خیلی چیزهای دیگه میشه اول از همه بریم سراغ هاشی های اخیر پاپی پلی تایم همونطور که یادتونه بازی پاپی پلی تایم فور ایور که برای روبلاکس منتشر شد با واکنش های زد و نقیزی روبرو شد دلیل اصلی این واکنش ها به نظر بیکیفیت و کم محتوا بودن بازی بود همونطور که توی ویدیوهای دیگه هم گفتیم چند روز پیش اونا یه حالت جدید چند نفره پی وی پی منتشر کردن که توش بازیکنان میتونن نقش حیله ها بازی کنن میتونن با بازی کردن این حالت جدید مردم خیلی زود متوجه شدند که این تقریبا یک کپی دقیق از پروژه چند نفره رسمی پاپ پلیتام به اسم پراجکت پلیتام هستش که ماهاس به روزسانی نشده توی هر دو بازی از ستونهای معما قطعهای مخفی و همون سبک بازی استفاده شده این موضوع باعث نگرانی طرفدارا شده که نکنه این بازی جایگزین بازی اصلی بشه مخصوصا با توجه به اینکه به نظر میرسه پروژه اصلی تقریبا یک ساله که رها شده دلیل دیگه هم اینه که خیلی عجیبه که توسعه دندا اجازه بدن یه بازی رقیب برای بازی خودشون ساخته بشه واقعا انتخاب عجیبی بوده هرچند باید بگم که برای بازی روبلاکس انقدر بد نیستش از طرف دیگه ماه گذشته بعد از اینکه توسعه دنده ها فیلم پاپی پلی تایم رو معرفی کردن چند تا پشت صحنه باحال هم نشون دادن این پشت سنها طرحهای اولیه که برای تبلیغ فیلم رد شده بودن رو نمایش میدادن. توی این ترها هاگی اصلی رو, رو روی صندلی کارگردان میدیدیم یه طرح دیگه هم بود که هاگی رو توی سینما با شعار بیاید از بازی ها رو به صفحه نمایش دیگه ببریم نشون میداد یه تر دیگه هم بود که یه هاگی کوچیک رو, رو روی صندلی کارگردان نشون میداد و یکی دیگه هم که هاگی بزرگ رو به طور تجدیدآمیزی بالای فیلم نشون میداد دیدن همه اینا خیلی باله اما به نظر میرسه یه آپدیت بزرگ هم در مورد توسعه فیلم داشته باشیم با رفتن به صفحه ماب توی لینکدین جایی که توسعه دنده آگهی استخدام میذارن میبینیم که اونا بیشتر آگهی های معمولی رو برای گسترش تیم گذاشتن اما یه مدت پیش یه آگهی استخدامی گذاشتن که الان بسته شده توی آرشیو چهار. این آگهی ای برای استخدام یک کارگردان ارشد روایت کسی که مسئول خلق شخصیت ها و داستان پروژه های آینده است بوده توی توضیحات آگهی نوشته شده بوده ماب انترتینمنت به دنبال یک کارگردان ارشد روایت برای پیوستن به توسعه عناوین تریپل ای و پروژه های فیلم و انیمیشن میگرده یا عنوان جدید تریپل ای که ظاهرا همین الان داره توسعه پیدا میکنه معلوم نیست منظورشون فصلهای بعدی پاپی پلی تایم باشه چون قبلا اون بازی رو با کیفیت تریپل ای مقایسه کرده بودن پس شاید منطقی باشه که دنبال اینو توسعه دهنده باشن شاید هم برای یه بازی کاملا جدید باشه اما شاید جالب ترین قسمت اینه که توی این آیه نوشته شده که این فرد روی پروژه فیلم و انیمیشن هم کار میکنه و تنها فیلمی که توسعه دهنده ممکنه الان روش کار کنن فیلم پاپی پلی تایم هستش که چند ماه پیش معرفی شد پس به نظر میرسه این یه مدرکه که توسعه دنده دارن کم کم برای ساخت فیلم نیرو استخدام میکنن اگه همه اینو راست باشه یعنی فیلم داره برای تولید کامل آماده میشه که با توجه به حرفشون توی معرفی فیلم که میگفتن پرسرعت بوده منطقیه با این حال دیدن این اتفاق خیلی هیجان انگیزه و به نظر میاد توی ماههای آینده ممکنه خبرهای بیشتری در مورد این فیلم بشنویم عروسکای بابا و کرافتیکون رسما برای خرید عرضه شدن حالا 5 تا از شخصیت های الفا رو داریم و توی وبسایت تایید شده که عروسک بعدی کیکین چیکن هستش فقط پیگی و هاپی آب مونده که عرضه بشن که قبلا ماب توی پست عکسشون رو بقیه عروسک نشون داده بود به علاوه خود سازنده وسایل جانبی یعنی کالچر فرای یه قوره کشی برای یکی از بالش های بزرگ با سر شخصیت بازی رو انداختن و اخیرا چند تا نسخه کوچیک از این بالش رو هم برای خرید عرضه کردن که یه نسخه باکسی با هم داره یوتیوبر و طرفدار پرپا قرص کانال نایست اخیرا با یکی از توسعه دندههای بازی به خصوص امبر که روی انیمیشن های اسمالین کار کرده مصاحبه کرده توی این پادکست سی دقیقه ای اونا خیلی در مورد فصل سه و یکم هم, هم در مورد توسعه اون صحبت میکنن اما بخش جذابتر صحبت در مورد اسمالین کریتز و پشت صحنه ساختنشونه وقتی از امبر پرسیدن که آیا حیوانات دیگه هم برای این شخصیت ها در نظر گرفته بودن تایید کرد که دو اسمالین کریتز دیگه بودن که رد شدن روباه و اسب تکشاخ خیلی جالبه بدونیم که دو تا از اسمالین کرترز های فلی اصلا قرار نبوده توی بازی باشن خودم باید بگم که شاید روباه یا اصبه تکشه به اونهایی که الان داریم می میدادم اما بازم دونستن این موضوع حالا حاله حالا کنجکابم ببینم اصلا میتونیم یه روزی ترهای اولیه این اسمالین های شده رو ببینیم توی همون مسابقه نایز از انبر در مورد ب خب طبیعتاً امبر نمیتونه زیاد حرف بزنه اما یه نکته ریز بهمون داد که بازی یه مسیر جدید رو برای کل فرانچایز در نظر میگیره. این نکته ریز واقعاً چیز زیادی بهمون نمیگه اما بهمون به میفهمونه که توسعه دهنده‌ها دارن روی فصل چهار کار میکنن که البته خودشون هم قبلاً چند بار گفته بودن و اینکه میخوان یکم با این فصل جدید ریز کنن و چیزهای رو امتحان کنن این میتونه شامل مکانهای جدید حیلههای جدید یا حتی تغییر کلی توی سبک بازی بشه چون قبلا دیدیم که چطور هر فصل از بازی میتونه با فصل قبلیش خیلی فرق داشته باشه پس شاید برای فصل هم انتظار تغییر مشابه داشته باشیم بریم سراغ صفحه پاپی پلی تایم توی استیم که تغییرات بازی رو دنبال میکنه توی اونجا میشه یه لیست از شاخه های مختلف بازی رو دید که بیشترشون برای تست و توسعه قفل شدن و یه شاخه به اسم عمومی وجود داره که همون نسخه قابل بازیه اما چند هفته پیش یه شاخه جدید به بازی اضافه شده به اسم فصل چهار بتا این یه خبر خیلی شوکه کننده است چون فصل سه بازی فقط چند ماهه که بعد از انتشارش توی اواخر ژانویه توی مرحله توسعه بوده یعنی به احتمال زیاد فصل اصلا توی مرحله بتا یا قابل بازی نیست حتی بعید به نظر میرسه که همچین چیزی ممکن باشه فکر می کنم اگه بخوام حدس بزنم یعنی این فقط ساخت شاخه بتا باشه و جایی باشه که بعدا توی توسعه نسخه بتا رو برای تست بسازن بازم این یه خبر خیلی خوبه با فصل دیدیم که بازی برای ماها رها شد قبل از اینکه بالاخره بعد از یه سال از فصل دو توسعه شروع بشه این موضوع نشون میده که دیگه قرار نیست همچین تاخیر اتفاق بیفته چون اونا دارن توی شاخه بتا بخشا و قسمت های بازی رو میسازن حالا فرض کنیم که این واقعا یه ساخت از فصل چهار باشه دیدیم که ساخت فصل سه فقط هشت ماه طول کشید بعد از اینکه داستانشون رو مشخص کردن و رفتن توی مرحله تولید کامل یعنی فصل چهار احتمالا الان توی مرحله ساخته شدن باشه و میتونیم انتظار داشته باشیم که توی 8 تا ده ماه آینده یا یه زمانی توی اوایل 2025 منتشر بشه البته این هنوز حدسه و من خیلی چیزا رو اینجا فرض میگیرم اما به نظر میرس که بازی توی مرحله تولید باشه اگه دارن شاخه به بازی اضافه میکنن اگه اینطور باشه مدیرعامل چند ماه پیش بهمون گفته بود که بلاخره بالاخره شروع میکنیم به دیدن تیزرها و اطلاعات در مورد فصل 4 وقتی که وارد مرحله تولید کامل بشه همونطور که اینجا میبینیم این اتفاق قبلا افتاده یعنی ممکنه بتونیم انتظار دیدن یه تریلر تیزر برای فصل 4 یا محتویات جدید دیگه مثل بازی واقعیت جایگزین ARG دیگه رو توی چند ماه آینده داشته باشیم اگه خوش شانس باشیم یه نکته دیگه این که وقتی این بتا کش شد تقریبا یه ماه از ساخته شدنش میگذشت یعنی توسعه میتونه خیلی خوب پیشرفت کرده باشه پس منتظر تیزرهای جدید باشید و مطمئن بشید که برای اینکه هیچ کدومشون رو از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید و اگه میخواید تئوری های زیادی از پاپی پلی تایم ببینید حتما یه سر به پلی لیست پاپی پلی تایم بزنید خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگولر بزنید تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید